آقای فرشین، بعد آقای عنایتی. آقای فرشین. خیلی ممنون، تشکر. بسیار ممنون از بابت صحبت های خوب. سال اول من از جناب آقای احمدی است و ازشون تقاضا می کنم که رابطه اقتصاد پایدار رو با اقتصاد تخریبی که به تازگی وارد مثلا اصطلاحی است که وارد متون تخصصی شده و ما میبینیم آثار علائمش رو، اینو لطف کنن توضیح بدند. از سرکار خانم زیارتی این پرسش رو دارم: بهترین راه تبدیل درآمد ملی به توسعه ملی چیه؟ و چاپ بی‌رویه اسکناس یعنی چی دقیقاً؟ چرا یک دولتی مجبور میشه که این کارو بکنه؟ چرا به اصطلاح ترفند دیگه یا تدبیر دیگری برای این نیست؟ و یک سوالی هم دارم از هر سه عزیزان، و اونم این است که خطرات بالقوه و بالفعلی که توسعه پایدار و عدالت اجتماعی رو در جهان ممکنه دچار شکست بکنه، اون چی هست؟ تشکر. با سپاس از شما آقای فرشین. آقای عنایتی، وقت گرفتید. درود خدمت شما و سپاس از این جلسه بسیار آموزنده از هر سه سخنران عزیز. خیلی بحثا آکادمیک و خیلی جالب بودن. سوال اولم رو از سخنران اول اجازه دارم بپرسم که قبل از اینکه به توسعه پایدار که فرمودن برسیم، میخواستم بدونم شاخصهای اساسی توسعه چی هستند؟ بعد حالا به تعریف توسعه پایدار ایشون اشاره کردن. به عبارت دیگه اون فاکتورهایی که ما ازشون به عنوان توسعه صحبت میکنیم کدام هست؟ و همچنین از مهمان دوم سرکار خانم زیارتی میخواستم بپرسم که به لحاظ تعریف چه کشوری رو کشور در حال توسعه میگند، و یا اینطور میتونم باز بپرسم که از جناب آقای قاسمی که احتمالا ادامه همین سوال خواهد بود، دوست دارم ایشون هم جواب بدن، این تعریف کشورهای جهان سوم که در متون سیاسی و اقتصادی ازشون احتمالا صحبت میشه با کشورهای در حال توسعه چه نسبتی داره؟ یا اینا همون معنی رو دارن یا نه؟ پس من این سه تا سوال شد: یکی این که شاخصهای توسعه کدامن، تعریف کشور در حال توسعه چیست از سرکار خانم زیارتی، و همچنین از جناب آقای قاسمی این در واقع کشورهای جهان سوم و آیا رابطه با در حال توسعه بودن دارند یا نه. سپاسگزارم و ازتون ممنون. با سپاس از شما آقای عنایتی. منم وقت گرفتم، یک سوال دارم از سه سخنران. از سال 1970 تا به امروز استقلال بانک‌های مرکزی در جهان صنعتی و دموکراتیک انجام گرفته. حتی در این آخرینش حتی اتحادیه اروپا بانک مرکزی فرانکفورت داره میاد. و وظایفش هم روشنه، توسط متخصصین انجام میگیره و استقلال دارد. آیا در چارچوب توسعه پایدار، عدالت اجتماعی، دولت‌های رفاه بدون کنترل نرخ تورم، بدون ایجاد ثروت، بدون ارزش پول، اون چیزی که در جمهوری اسلامی از روز اول متاسفانه نداشتیم، میتوانیم به این اهدافی که هر یک از شما توضیح دادید برسیم یا نه؟ بفرمایید.
من تمام کردم. کسی وقت نگرفته، از آقای احمدی شروع کنیم. آقای احمدی. ببخشید من میکروفونم بسته بودم. صدا و تصویر داریم. آقای احمدی بفرمایید. بله بله خیلی من. آقای فرشین پرسیدن که رابطه اقتصاد پایدار با اقتصاد تخریبی، اگه درست شنیده باشم. بله کاملا درسته، اقتصاد تخریبی. بله من برام لغت شاخه غیر شناخته شده است، نمیدونم در اصطلاحات به تخریبی یعنی انگلیسی چی رو خراب میگید. کننده، آره خب اقتصاد تخریبی یعنی اقتصادی که خراب میکنه به جای که درست کنه. آره خب این یک نمیدونم، من روی این چون فکر نکردم دقیقا یک جواب خیلی منطقی بلد نیستم، ولی این اینه که شما یک وقتی از اصول اقتصاد اطلاع ندارید، دو یکی منافعتون در اینه که اقتصاد درست کار نکنه. مثلا شما ببینید الان این تحریم ها در مورد ایران اگه بگیم سپاهینا، اینها چون سرمایه گذاری درست تولید درست بلد نیستن، از این تاراج استفاده میکنن. مثلا همون نمونه ای که گفتم 100 درست میکنن بدون اینکه نه نیازی باشه نه تقاضایی برای چنین چیزی وجود داشته باشه، پولی میگیرن 100 هم درد نمیخوره. ببخشید، نه این اینطوری نیستش. این اقتصاد تخریبی رو بذارید من توضیح بدم براتون. ببینید تو صحبت های خودتون بود، گفتید که یه ماشینی اسم خارج رو به کار بردید که مثلا 40 ساله داره کار میکنه، یا نمیدونم چه لادا گفتید، نمیدونم چی گفتید. نه صاب ببینید سوئدی گفتم. بله صاحب، بله. ببینید این الان تولید کنندگان بزرگ به این نتیجه رسیدن که فایده دیگه نداره که جنس خوب تولید بکنند. شما ببینید با ماشین مرسدس بنز رو از اون موقع که اونایی که هیتلر سوار شد، شما هنوزم ممکنه پیدا بکنید، یا واکسال های خیلی 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 قدیمی رو، مخصوصا من در روستاها و شهرهای کوچک ایران برید هنوزش هم دارن کار میکنن. الان تولید کننده چون به دنبال سود بیشتر هست، کالا رو خراب میکنه، کیفیتش رو، ظواهرش رو درست میکنه، علاوه کیفیت تخریبش میکنه، خرابش میکنه و قیمتش رو در این حال میبره بالا. همین با موضوع شما، مثلا شما برید یه دونه بطری سوپ بخواید بخرید، میبینید که این هم بطریش کوچیک شده، هم سوپ داخلش نسبت به گذشته کمتر شده، نسبت مثلا به سال گذشته یا 4 5 ماه پیش. یه قوطی پودرش رخشویی که بخری، میبینید که هم قوطیش کوچیک شده هم پودرش کم شده، اون وقت قیمتش رفته بالا. این اتفاق درست روبروی چشم من داره در این کشور اتفاق میفته و روزی نیست که این منو ناراحت نکنه، این صحنه هایی که میبینم. این یک. دوم اینکه این سرمایه بزرگ یا اقتصاد بزرگ داره اقتصادهای کوچیک رو، مثلا بقالی ها رو به قول معروف داره میخوره، از بین میبره و صاحبان این سرمایه های کوچک رو تبدیل میکنه به افراد بیکار و کسانی که تخصصی برای کارهای تکنیکی سطح بالاتر ندارن و اینها سرریز میکنن توی جمعیتی که ناچار از به اصطلاح منابع آقای کمکی فرشین دولتی. جانم خواهش چشم، میکنم، نه دیگه، این مهمترین مسئله است که من دارم سوال میکنم. اقتصاد تخریبی چگونه رابطه داره با اقتصاد پایدار با توجه به این نکته ها که عرض شد؟ با این چیزایی که شما میگید من فکر میکنم هیچ رابطه مستقیمی نداره، رابطه معکوس داره. این چیزی که شما بسیار میگید، این مسئله ای که میگید مثلا پاکت نمیدونم مواد کوچیک شده، این فکر میکنم ربط داره به روانشناسی و به بازاریابی. این رو من اتفاقا در اینا حساسیت دارم. وقتی میرم بیرون همه چیز رو نگاه میکنم. مثلا اگه یه بسته کره قبلا نیم کیلو بوده تو سوئد، الان میریم 400 گرم کردن، از نظر روانی ما بهش فکر نمی کنیم که این نیم کیلو قبلا بوده من اینقدر پول میدادم، الان 400 گرمه، باز همون پول یک کم بیشتر میدم. اینا بسیار چیز روانشناسی بازاریابیه که اینا استفاده میکنن. ولی در مورد این کالاهایی که کیفیت بدم هست، آره منم اینو شنیدم،
که صرف نداره الان دیگه کالایی درست کنی که بنزی که مثلا 30 سال دیگه بشه استفاده کرد. این رو من روش مطالعه نکردم، نمیتونم هم جواب بدم. ولی خب اینا از نظر ما چیزی که گفتیم، از نظر وقتی میگیم توسعه پایدار، این به نفع نیست که ما مثلا اتومبیل هر دو سال یه بار عوض کنیم، چون این منابع چیز میشه، از بین میره. یعنی در چیز نیمه در دراز مدت ما نمیتونیم چنین تولیدهایی را بکنیم و مصرف اینطوری مصرف بکنیم. برای همینه که میگیم باید فرهنگ سازی بشه. هرچند آقای قاسمی میگفتن من از لغت فرهنگ سازی خوشم نمیاد، باید بگیم آموزش فرهنگی، باید مردم یاد بگیرن که من یه چیزی گرونی میخرم 4 سال دارم، یه چیز ارزونی میگیرم امضا بعد 1 ماه 2 ماه 3 ماه دارم، بعد زودم خراب میشه. اینا رو خب یه چیزای فرهنگیه. الان این چیزایی که من اونجا گفتم در مورد توسعه پایدار، یه بخش مهمی که من نمیخواستم امشب ازش حرف بزنم، این مسئله فرهنگیه، خود این مصرف، یا اینکه مسئله رشد جمعیت که خیلی کسی ازش حرف نمیزنه، چون یه مسئله به قول معروف میگن بوداریه، در سوئد میگن این حرف هیچ کی نمیخواد ازش حرف بزنه، چون به نجات پرستی اون تا چیزا برمیگرده، چون رشد جمعیت در آسیا هست و بیشتر در آفریقا و آمریکای جنوبی. به خاطر مثلا توی اروپا سالهاست این 400 خورده ای میلیون جمعیت توی EU یا بازار مشترک هست، و هنوزم تو اینجا مثلا شما یکی دو تا بچه بیشتر نمیدونید توی خانواده، ولی این خانواده هایی که چند تا بچه میارن، خب تو جاهای دیگه هست کسی بحث نمیکنه. ما الان موادی که در زمین داریم، مثلا غذا، ما قدرت تولید برای مثلا 25 میلیون جمعیت رو نداریم. الان داره نزدیک به 10 میلیارد میشه، خیلی زیاده، به 25 میلیارد برسه دیگه خب انفجار میشه. همینه که میگه الان کمبود آب مثلا یکی از مشکلات آینده است، یعنی این مهاجرت ها، جنگ هایی که تولید میشه در 50-100 سال آینده در مورد آب خواهد بود. الان ما در دورور خودمون تو ایران میشنویم ترکیه فلان سد بسته، نمیدونم توی ارومیه این سد بستن دریاچه خوش شده، اون آب هیرمند نمیاد. اینا چیزایی است که تازه شروع شده. اینا یعنی مواد که ما را میتونیم انسان ها بخوریم و بیاشامیم به اندازه کافی رو کره زمین نیست برای 25 میلیارد 30 میلیارد هر چقدر خواستیم رشد نمیتونیم بکنیم. بچه مصرف، یعنی باید یکی جلو مصرف بگیریم و یکی جلو رشد جمعیت رو. اینا چیزایی است که از این طریق میشه گرفتش. خطرات تهدید کننده توسعه پایدار هم همینه، گفت مصرف زیاد و بی برنامگی، و بعدش هم نتونیم جامعه را متقاعد کنیم، چون ما نمیتونیم که هرچی بگیم مثلا چند تا آدم محقق بیان یه چیزی بگن یا چند تا سیاست مدار بگن، باید جامعه همراه باشه. این به طلب این میکنه فرهنگ دموکراسی رشد کنه، که ما وقتی با مردم حرف میزنیم این پلاستیک رو تو طبیعت انداختن فقط یه چیزی نیست، یک در چی میگن دست با چلفتی بودن، این در آینده خطر ایجاد میکنه برای غذای ما، برای محیط ما، برای همه اینا. این فرهنگ سازی من باید بکنیم. بعد توزیع ناعادلانه، خب توزیع ناعادلانه وقتی اولا من قبلا هم گفتم وقتی یکی میخوره انقدر میخوره میترکه، یکی انقدر نمیخوره که میمیره از گشنگی، خب این توزیع نادرسته، این جهان رو خراب میکنه، یعنی شکاف های بین جامعه رو زیاد میکنه. یه روزی به قیام فقرا می انجامه، حالا ما چه خوشمون بیاد چه بدمون بیاد. وقتی فقر هست، میگن که در قدیما هم میگفتن از دری که از یه در که فقر میاد تو، از در دیگه ایمان میره بیرون یا اخلاق میره بیرون باید بگیم. و بهترین راه جلوگیری از این هم هست که ما یک تقسیم مثلا منابع به طور عادلانه انجام بشه، نه اینکه همه به یه اندازه داشته باشن، ولی همه نان بر روی میز داشته باشن، همه بتونن زندگی روزمره رو بکنن، لباس داشته باشن، بهداشت داشته باشن. خب بعد از اون اگه چیزی بیشتری میخوای، اگه میخوای پورشه سوار شی دیگه مسئله خودته، ولی نون باید داشته باشی، باید آموزش داشته باشی، مدرسه مجانی، باید بهداشت به اندازه کافی باشه. شما مثلا برای نداشتن پول به دکتر نتونید برید بمیرید، این چیزیه که به عهده جامعه است، و کسانی که بسیار خواهان خوبی جامعه هستن باید این پیشنهاد رو بکنن که آقا ما منی که دارم به نفعمه که بدم که دیگران هم حداقل داشته باشن، اگر نه میان تو خونه من منو میکشن. این خیلی عجیب نیست، این از قدیم هم بوده، همه میدونن دارم.
آقای عنایتی گفتن شاخص های توسعه، من الان جلو دستم نیست، ولی قدرت خرید هست یک بهداشت چیز اولین، بعد آموزش هست، انتظارات از زندگی هست، بعد خشونت هست، خشونت کم در جامعه چیز، هر چقدر چیز باشه چی میگم بهش، توسعه بالا باشه خشونت کم میشه. مثلا آدم های با تحصیل کرده معمولا بحث میکنن، آدم ها هرچی بی سواد باشن با خشونت به کار میبرن. این چیزه، مثلا توی سوئد شما کم میبینید که مردم با هم دعوا کنن، وقتی حرف میگن دعوا کردن این بحث کردن. در صورتی که شما توی کشورهای خاورمیانه برید توی خیابون مثلا سر شیرم با هم دعوا میکنه، یعنی حتی زده خورد. این یکی از عوامل چیزایی که نشون میده جامعه ای که پیشرفته باشه خشونت درش کم میشه، منطق درش بیشتر میشه و به اصطلاح دزدی مثلا کم میشه در جامعه. چیز اون دزدیایی که میشه یه نوع دزدی های دیگه ای هست. حالا نمیدونم چقدر این چیزای من شما رو راضی میکنه. بعد رشد فرهنگی کلا فقط این نیست که من ثروت پول دارم پیش توسعه یافتم، وقتی که تحصیلم کردم، وقتی آموزشم دیدم، وقتی تمرینم کردم چجوری با دیگران رفت آمد کنم، انتظارات از زندگی. من چند وقت پیش بود، مدتی پیش بود، توی تلویزیون سعود میپرسیدن که فقیر کیه. مثلا یه خانم میگفتن تو چجوری؟ گفت من فقیرم. گفتن چجوری فقیر؟ گفت من 4 سال خارج نرفتم. گفتم که این که این رئیس جمهور ما اصلا خارج نرفته که از همه فقیرتره. حالا شما مشکلی که مثلا سوئدی خارج نرفتن رو میبینه، در صورتی که توی هند 3 وعده غذا خوردن خیلی لوکسه. بستگی به انتظارات، همینه که میگم انتظارات از زندگی. آدم توسعه یافته انتظاراتش نوع دیگری از زندگیه، خشونت و غیرش خیلی سطح دیگری. خشونت توی سوئد وقتی به کسی بگه من اصلا از کار شما خوشم نمیاد، این یه نوع تند خویه با دیگران. یعنی تو این جامعه اینقدر اینو پیشرفته، انقدر نظر فرهنگی چیز شده که یه چیزی که خیلی طبیعیه در جای دیگه اینجا به عنوان خشونت حساب میشه. یا این گفتم که مسافرت نکردن به خارج اینجا فقره. یعنی اگه بگی من چیز بضاعت ندارم برم خارج مدیترانه، میگم فقیرم. در جای دیگه اینجوری نیست. جامعه توسعه یافته فقط چیزهای مادی نیست، چیزهای معنوی هم درش هست. اوپ لیولز به سوئدی میگن، چیزهایی که شما میتونید، من نمیتونم ترجمه اوپ لیولز، چیزهایی که احساس میکنیم، چیزهایی که میبینیم، چیزهایی نیست که فقط میکنیم میخریم. سپاسگزارم. این دو تا سوال دیدم دیگه، کسی دیگه نمیدونم سوال دیگه اگه بود. شما میکروفونتون بسته است آقای. با سپاس آقای احمدی. خانم زیارتی بفرمایید. بله، حالا بعضیش یک کمی طولانی تره جوابش، بعضی کوتاه‌تره. من مثلا یکی از سوالات کوتاه میتونم جواب بدم که آقای عنایتی کردن که چه کشوری رو در حال توسعه میگن. امروزه دیگه در کشور در حال توسعه نمیگن، کشورها به 5 گروه تبدیل کردن. یکی کشورهای توسعه یافته، که البته من معمولا کلمه را خوشم نمیاد، اون موقع می نوشتم کشورهای تکنیک ما نواسه، در کشورها که از تکنیکی پیش رفتن، چون واقعا به نظر خودم توسعه خیلی چیزا داشت که کشورهایی که اسم خودشون رو گشتن توسعه یافته اونها رو ندارن. بنابراین، ولی خب سازمان ملل میگه کشورهای توسعه یافته، یا کشورهای پیشرو در توسعه برای گروه بعدی، کشورهای آستانه توسعه، کشورهای توسعه در وضعیت هشدار که ایران تو این زنگ گروهه، و کشورهای توسعه در وضعیت اخطار. حالا اینه که اینو یه پستی من گذاشتمش توی همین کمیسیون پژوهش، بسیاری از این چیزهایی که شما میگید جوابش اونجا تو این پست ها به نوعی داده شد. بعد در مورد سوال آقای فرشین، خب مسئله کمی طولانی تر هست. ایشون میپرسن که بهترین راه توسعه چیه. من یه مدلی برای توسعه پایدار برای ایران میتونم براتون یه خلاصه ازش بگم که گذاشتم توی اون برنامه ریزی توسعه، و 7 قسمت فعلا برنامه ریزی برای توسعه، برای
برنامه‌ریزی تو اون کمیسیون گذاشتم که یکیش هم مدلیه برای توسعه پایدار، که می نوشتم توش توسعه از بالا به پایین و از پایین به بالا همزمان میتونه انجام بشه. کشور ما از کشاورزی به صنعت روی آورده و ما به یک حکومت سالم و مدیریت کاردان برای توسعه پایدار و رشد اقتصادی، مهار تورم و ایجاد شغل در بخش صنایع نیاز داریم. به کشور چین نگاه کنیم که با سیستم سرمایه‌داری مشارکتی که اون رو جوینت میکر میگه، سرمایه‌دار خارجی رو با تکنولوژی پیشرفته به چین دعوت میکنه. سرمایه‌دار خارجی که تکنولوژی رو به داخل کشور چین آورد، باعث شد مهندسین داخلی و تکنیسیان ها حین کار اون رو بیاموزن و کشور رو به صنعتی شدن هدایت کنن. همزمان باید توسعه روستاها و جلوگیری از مهاجرت بی‌رویه رو اندیشید. کشور کم آب ایران مناسب کشاورزی و تولید محصولات آب بر نیست. با این حال باید به ذخیره آب باران و سیل با چاه‌های کم عمق و دریاچه‌های مصنوعی پرداخت. متدهای نمک‌زدایی از آب دریای جنوب هم در حال مطالعه است تا کم هزینه بشه. متدهایی برای بارور کردن ابرها برای ایجاد باران هست که اینها رو میتونیم در حال توسعه هستن و ما هم میتونیم ازشون استفاده کنیم. به هر حال برای توسعه روستاها باید برنامه ریزی کرد تا مهاجرت روستاییان رو کم کنه. در هر منطقه روستایی یک روستای مرکزی در نظر بگیریم که چند تا روستای دیگه در اطرافش هستن و باید اینو خیلی من روش تاکید دارم، باید یک تعاونی ایجاد کرد. تعاونی میتونه وسایل کار مثل تراکتور یا برای نقاط کنار آب قایق ماهیگیری رو مثلا امثال هم رو کرایه بده، مشکل آب و دفع آفات رو در روستاها حل کنه و حتی برای فروش موادی که اون کار کشاورزان تولید میکنن بهشون کمک بکنه. روستای مرکزی باید راههای قابل عبور و مرور با روستاهای اطراف داشته باشه، وسایل آموزش و بهداشت رو در اختیار بگذاره. ببینیم چقدر مهمه که ما اگر اینترنت رو به همه جای کشور بتونیم ببریم و حتی آموزش از راه دور میتونیم از طریق مجازی، با این توسعه اینترنت امکان پذیر هست. به هر حال مورد حاشیه نشینان یه جلسه صحبت کردم که باید به فکر شغل و مسکن برای اونها بود. یکی از محروم ترین گروه ها هستن که باسوادان روستا هستن، به شهر مهاجرت کردن و جذب شهرها نشدن. و البته اینو اگه باز کنیم خیلی چیزها توش میتونیم بگیم که تحریم ها مثلا به نظر ما تحریم خیلی چیز بدی بوده و کشور ما رو خیلی از فرصت های توسعهش رو از بین برده، ولی در این حال مثلا وقتی که روسیه هم تحریم شده، ونزوئلا هم تحریم شده، ایران شروع کرده به برای روسیه توربین بزرگ ساخته که قبلا آلمان می ساخته براشون. بعد چون تحریم شده روسیه، آلمان نمیتونسته شرکت زیمنس این توربینا رو به روسیه بفروشه، ولی ایران سه تا بهش فروخته، داره هفته هم براش تولید میکنه. یا مثلا چون ونزوئلا تحریم شده نمیتونه کشتی نفتکش بخره و ایران داره یک کشتی نفتکش 30 متری براشون درست میکنه. یعنی بسیاری چیزها رو کشور ما قدرت ساختش رو داشته ولی قبلا شروع نمی کردن، این کارها رو انجام نمی دن. صنایع نظامی رو فکر کنید، واقعا درون ها اینا حالا پولای مردم که می فرستن هوا حروم میشه، ولی ساختش برها کشور یه مقداری چه از در نظامی خودکفا شده. یا حتی صنایع فولاد، فکر کنیم ما 30 تن فولاد داریم تولید میکنیم، ولی یک کشوری مثل آلمان مثلا اصلا تولید فولاد براش مقرون به صرفه نیست، چون باید انرژی رو وارد کنه، خاک آهن وارد کنه و این خب این میتونه سفارشاتش رو به ایران بده. در آینده ما میتونیم تا 50 تن تولید کنیم. کشور ما پتانسیل صنعتی شدن رو داره، حتی سرمایه به اندازه لازم داره، ولی به طور تکنولوژی پیشرفته نیاز داره و چون سرمایه‌دار خارجی این تکنولوژی رو میتونه به ایران بیاره، باید به پروژه های مشترک جوینت میکر مثل چین روی بیاریم. در حال آینده ایران در صورت تعامل با آمریکا و اروپا رشد صنعتی و اقتصادی به عمل میاره. حتی اگر این تعامل فقط برای 1-2 دهه باشه، به نوعی که کشور ما تکنولوژی پیشرفته رو بتونه با همین های تک رو به هر حال بیاره و جایگزین بکنه در تکنیک های قدیمی، ما میتونیم آینده روشن داشته باشیم. خیلی چیزها هست، مثلا همین که صنایع آب برو
آقای احمدی هم گفتن، آقای وحید هم گفتن که ببرن کنار آب، که هم احتیاج به آب داره، هم برای حمل و نقل دریایی بعدن محصولاتی که تولید میشه مفید هست. شما فکر کنید ما دومین کشور گاز، منابع گاز در جهان هستیم و به تازگی تونستیم یاد گرفتیم که بتونیم گاز رو مایع کنیم. قبلا قطر این کار رو میکرد با کمک انگلیسی ها و ما چون تحریم بودیم نمیتونستیم. و بالاخره همین دانشجویان و دانشگاه شریف و دانشجویان خودمون، این محققان خودمون این کار رو پیدا کردن و انجام دادن و خیلی جدید این آقای صالحی لطف کردن برای من خبرشو و مطلبشو توی همین کمیسیون برنامه ریزی گذاشتن. خیلی متشکرم ازشون، از همه کسانی که به من کمک میکنن و یا به هر حال به مملکت ما کمک میکنن متشکرم. و خواهشم اینه که از همه آقایونی که مهندس هستن تخصص دارن کمک کنن ما یک برنامه هم برای توسعه صنعتی به خصوص بنویسیم. هر کدوم اینا میتونه یک برنامه ریزی جدیدی داشته باشه. راجع به چاپ اسکناس بیرویه پرسیدین. میدونی که خب وقتی که میان گاز و برق و آب و تمام این نیازهای اولیه رو خیلی ارزان میفروشن، شما فکر کنید 10 برابرش قیمت بنزین در کشور همسایه ما یه به 1/10 میفروشن، چیکار میکنن؟ یه دی سودجو اینا رو قاچاق میکنن، میبرن همون کشور همسایه میفروشن و ما کم بوده بنزین پیدا میکنیم، بعد مجبورشون بنزین رو گرون رو وارد کنیم. خب اینو میخوان چیکار کنن؟ این مدیریت غلطه. یعنی با این کار خب کسری بودجه میارن و آقای وحید میگفت اصلا میزانی که اینا تفاوت قیمت تولید با قیمت فروش به حدی که تمامی سودی که پول فروش نفت میارن بذارن کافی نیست. و خب اینا میرن اسکناس چاپ میکنن، این چاپ اسکناس میاد توی بازار چی میشه؟ یعنی مالیات پنهان از همه مردمه، این فقط از ثروتمندان نیست. اگر فقط ثروتمندا بود اشکال نداشت، ولی همه مردم و افراد فقیر هم باید اون کارو بکنن، چون ارزش پولشون نصف میشه. شما یک بازنشسته که یه دفعه 45% تورم شده ولی بهش میگن حالا پلدکانی 20% حقوقتو میبریم بالا، یعنی رفت زیر خط فقر. و بس واقعا یکی از خطرناکترین چیزها همین چاپه. من میگم اسکناس بی رویه، حالا قبلا میگفتیم بی پشتوانه، ولی برای که مثلا امریکا هم دلار بی پشتوانه بگیم چاپ میکرد، ولی چون تو کشور داخل کشورش نگه نمیداره میفرسته برای همین معاملات مختلف تو کشور نیست، تورم ایجاد نمیکنه. ولی وقتی بهش گفتن خب پشتوانش چیه، میگفت اقتصادش گفای ما. خب ایران هم گفت پس ما هم نفتمون زیر زمین میشه چیزمون پشتوانمون، پس ما هم اسکناس چاپ کنیم. و ولی اسکناس ایران داخل ایران میمونه، چون پول ایران ارزش نداره که بیرون بره و تورم وحشتناک در داخل ایران. بعد سوال آقای خلف خیلی مبهم بود. بله بدون کنترل نرخ تورم و بدون ارزش پول نخیر ما نمیتونیم توسعه پیدا کنیم 100%. ولی این که چه منظور تو از استقلال بانک های مرکزی در جهان دموکراتیک انجام شده؟ انجام شده در کشور ما که از این بانک های مستقل نداره متاسفانه. ولی سوالتون گنگ بود، من دقیق نگرفتم موضوع رو، نمیدونم به همه سوالات جواب دادم یا چیزی هست که. با سپاس از شما خانم زیارتی، منظورم این بود که هنوز در ایران کنترل پول و تورم و اقتصاد دولتی است، چه زمان محمد رضا پهلوی چه زمان این 45 سال جمهوری ملک و توایفی اسلامی. یعنی کسانی تصمیم اقتصادی پولی میگیرن که هیچ آشنایی با این تکنیک امروزی ندارن. اون بحث من سر اینه که اگر ما به این نوع تخصص رو نتونیم بها بدیم، اون توسعه و اون همه چیزی که شما امشب یا حزب سوسیال دموکرات لایک یا احزاب لیبرال هم همینه، صنعت پایه ثبات میخواد، سرمایه گذاری ثبات میخواد، از اول شبم شما تکرار میکنید و خیلی مهمه. این احتیاج به تخصص در امور اقتصادی و مالی داره در جهان امروز، که اگر ما میخواییم سرمایه گذاری خارجی وارد ایران بشه، مثلا در زمین صنعت نفت که سرمایه گذاری سنگین میخواد، باید مطمئن باشه که سرمایه گذاری بازگشت خواهد داشت. آقای احمدی هم لب مطلبش این بود. آقای قاسمی بفرمایید.
بله، بسیار متشکرم دوباره از دوستان گرامی. سوال آقای فرشین این بود که خطرات بالقوه و بالفعل که توسعه پایدار و عدالت اجتماعی را ممکن است دچار شکست کند چیست یا کدام هست؟ اولا که توسعه پایدار و عدالت اجتماعی به طور، یعنی هنوز خیلی احتیاج به کار داره که تا بتونه جا بیفته. یعنی عدالت اجتماعی خیلی کم داریم، توسعه پایدارم پاش لنگه. من اینم آقای انور میرستاری اینجا بودن، نمیدونم هستن یا نه، در ارتباط با محیط زیست خوب بود که ایشون چند کلمه حرف میزدن. توسعه پایدارم به خاطر همین مسئله محیط زیست دارای مشکلات زیادی هست. یعنی حالا شاید سوال بشه اینطوری مطرح کرد که چجوری میشه توسعه پایدار رو و عدالت اجتماعی رو که این دوتا با هم دیگه ارتباط دارن رو گسترش داد؟ من سوال اینطوری میگیرم بعد پاسخ میدم بهش. به نظر من اولین مسئله پایان دادن به فقر، فقر در همه اشکالش و در همه کشورها، چون مثل ظروف مرتبطه است، در هر طوری هم چیز بکنن جلوشو بگیرن باز مشکل خواهیم داشت. دومین مسئله پایان دادن به گرسنگی و دستیابی به یک امنیت غذا خوراک، بهبود تغذیه و ترویج کشاورزی پایدار. سومین مسئله تضمین آموزش فراگیره که عادلانه باشه، با کیفیت باشه و به یک شکلی باشه که بشه مورد استفاده برای مسائل ضروری جامعه قرار بگیره. چهارمین مسئله دستیابی به برابری جنسیتی و توانمند ساختن زنان و بانوان. ببینید اینها اگر نشه شما نه عدالت رو دارید نه توسعه پایدار رو خواهید داشت. پنجمین مسئله تضمین آب آشامیدنی و مدیریت اون در مناطق مختلف جهانه. ببینید ما که اینجا نشستیم، اولا خودمون در هر کشوری بخوایم باشیم، غالب کشورها آب آشامیدنی سالم از لوله های شیر بیرون نمیاد، مجبوریم بخریم. حالا ما هیچی، ولی اونقدر هست که میشه خورد. اما در کشورهای دیگر، در ایران، در کپرنشین ها، در آفریقا، در غالب کشورها شما نگاه میکنید آب آشامیدنی وجود نداره. بنابراین وقتی که این امکان وجود نداره، شما چجوری میخواییم از توسعه پایدار صحبت بکنیم؟ ششمین مسئله دسترسی به انرژی
مقرون به صرفه است، یعنی انرژی که همه بتونن ازش استفاده بکنن. خودمون رو مقایسه نکنیم که در این کشورهای اروپایی هستیم. بالاخره حالا تازه در اینجا من کسایی رو میشناسم که در مصرف نمیدونم برقشون از وسایل برقی استفاده نمی کنن، از وسایل نفتی استفاده، یعنی در فرانسه در پاریس از بخاری نفتی استفاده می کنن که قیمتش کمتر بشه. و اگر شما برید به این مغازه هایی که نفت می فروشن می بینید، یا مغازه های معمولی می بینید که مثلا 10 سال پیش نفت نمی فروختن، 10 سال پیش شما بشکه های نفت رو تو مغازه ها پیدا نمی کردید که بشکه نفت بفروشن. الان در خود فرانسه هم این مشکل چیز انرژی مقرون به صرفه وجود داره. بنابراین رفتن به سوی انرژی هایی که از طبیعت تولید میشه خیلی از مسائل اساسیه. مسئله هشتم، ترویج رشد اقتصادی پایداره، که رشد اقتصادی پایدار رو عرض کردم خدمتتون و دوستان دیگر هم گفتم که این بتونه فراگیر بشه، یعنی رشدی باشه که فقط مختص به چند کشور نباشه. همین کپی که درست شده، کپای الان جلسه هر سالی یه بار جلسه داره و در کوشش میکنه یه سری کارهایی رو انجام بده، کشورهای صنعتی و پولدار بیشترشون شرکت نمیکنن و کمک نمیکنن و چیزایی که میگن که میدیم درست نمیدن. این پولایی که تعهد کردن در کپ 21 در پاریس، یک کشورها تعهد کردن یه سری پولهایی رو بدن برای اینکه وضع محیط زیست بهتر بشه و این کار رو انجام نمیدن. مسئله اشتغال، توجه به این بشه که اشتغال به حالت نرمال باشه، یعنی بیکاری کم بشه. مسئله دیگر ایجاد زیرساخت های انعطاف پذیره، زیرساخت هایی که بتونه ترویج صنعتی رو به وجود بیاره و نوآوری به وجود بیاره در جامعه. زیرساخت هایی نباشه که بمونه، یعنی مسئله تغییرات انقدر زیاده در تغییرات اقتصادی، ببخشید صنعتی و اقتصادی، انقدر زیاده که امروز فردا تغییر پیدا میکنه. شما ببینید، شما یه تلفن میخواید، تلفن دستی. قاعدتا این تلفن دستی اگر اون تلفن های قدیم بود، یه دونه میخرید برای تمام عمرتون بس بود. ما خودمون یکی داشتیم، یادم 20 سال 25 سال داشتیم. الان تلفن های دیگه ای که در اومده در میاد، چه زیمنس و نمیدونم اپل و فلان و اینها، نگاه میکنید میبینید که هر 2 سال یه بار باید عوض کرد. غالب آدم ها 2 سال 3 سال یه بار عوض میکنن. جوون ها 2 تا تلفن دارن. ببینید این اینها رو باید جلوشو گرفت. یا خیلی از کسای دیگه خیلی اصلا 2 تا 3 تا تلفن دارن و وقتی هم نگاه میکنید اصلا کلکسیون تلفن ها رو در اون چی که در اومده دارن. ببینید اینها به رشد پایدار چیز میزنه، به همین چیه عرض کردم توسعه پایدار لطمه میزنه. برای اینکه باز توسعه پایدار بمونه، کاهش نابرابری هاست. اگر همینطوری ادامه پیدا بکنه این نابرابری ها، یعنی عدالت اجتماعی برقرار نشه، چه در داخل کشور چه در سطح جهانی، طبیعتا جهان به سمت
یک ناکجا آبادی خواهد رفت که اون سرش ناپیداست. مسئله دیگر برای اینکه توسعه پایدار باز تخریب نشه، ایجاد شهرها و سکونتگاه ها هست که برای آدم هایی که در چی میگم دورور شهرها زندگی میکنن، توی حلبی با حلبی، تو پاریس شما نگاه میکنید که اینا تو حلبی زندگی میکنن، با کارتون زندگی میکنن، تو ایران توی قبر میخوابن، با کارت زیر کارتون میخوابن. خب اینها اگر نباشه، اگر اینها ایمنی پیدا نکنن، زندگی زمین، خونه نداشته باشن، سرپناه نداشته باشن. در فرانسه یک کسی خونه نداشته باشه کارم نداره. ببین بنابراین بهش کار نمیدن برای اینکه آدرس نداره، نشانی نداره. ببخشید نفهمیدم. نه گفتم نشانی نداره، برای اینکه نشانی نداره کار نمیتونه بگیره. بله همین، نشانی بله. نداره. خب اون کار نداره، میتونه آدم پیش یه کسی خودشون به نشانی بگیره. ولی واقعیت امر اینه که تعریفش اینطوری، حالا باید هر انسانی یک در هر شهری که شهرونده، وظیفه شهرداری اونجاست، وظیفه اون کشوره که برای این یه سرپناه درست بکنه، ای بهش اجاره بده که بتونه. اگر در راجع به توسعه صحبت میکنیم، اگر اون سوسیال دموکراسی که ما در نظرمون هست در ایران باید باشه، باید اینا انجام بشه. ما اینو توی اینایی که من دارم میخونم از برنامه اجتماعی سیاسی کشورداری آینده حزب سوسیال دموکرات و لایک ایران دارم میخونم، که نوشتیم 200 صفحه است. و مسئله دیگه، باید یه تضمینی باشه برای مصرف پایدار، مصرفی که بی خودی نباشه، یعنی یک نظم و ترتیبی باشه که مصرف چقدر غذا در ایران بیرون ریخته میشه، چقدر در این مهمونی ها. من وقتی میبینم در بعضی از این کلیپ ها توی تلویزیون، ببخشید توی تلویزیون، توی یوتیوب، یه استیک درست میکنه 0.5 متر در 25 سانتی متر، میاره میذاره رومیز، یه نفر میخوره. این یه نوع اصلا یه چیز، یه اسرافه، و این یه آموزش اسرافه، آموزش مصرف بدون احتیاجه. بنابراین باید یه الگوهایی برای مصرف و برای تولید در نظر گرفته باشه که جلوی از بین، یعنی این یعنی چی؟ یعنی شما نگاه بکنید که یک گاو برای اینکه بتونه بعداً تبدیل به گوشت بشه، بیاد سر سفره و بیاد توی بشقاب یه نفر، ببینید در طبیعت چه میگذره، ببینید چقدر علف خورده میشه، چقدر آب خورده میشه، چقدر زحمت کشیده میشه، فلان و اینا بیاد. بنابراین دور نباید ریخت، باید طوری کرد که همه بتونن ازش استفاده بکنن. مسئله دیگر که خیلی مهمه، باید چون دنیا الان میبینیم با این قضیه تغییرات گرما دوچار یک نوع تحولات عجیب در بخش معکوس شده، و باید تدابیری رو در نظر گرفت که با این وضعیت آب و هوایی که داره به این شکل
تغییر پیدا میکنه از بین بره، یعنی به شکل دیگه ای که بخوام با زبون چیز بگم، این قضیه CO2 رو باید آورد پایین مصرفش، و این احتیاج به تصمیمات دولت ها داره، احتیاج به یک سطح کلی جهانی داره، وگرنه ما به توسعه پایدار نمیرسیم و ایران باید مشارکت بکنه در این کارا. نه تنها مشارکت بکنه بلکه سرمایه بذاره، بقیه کشورها هم بکنن. یعنی اگر یک حکومت دولت ملی سوسیال دموکرات و لایک بیاد سر کار، همه اینجاها باید حضور داشته باشه و همه اینجاها باید بتونه مشارکت بکنه. خب باز مسئله دیگه حفاظت از دریاهاست، ماهیها، خلیج فارس، ماهیاشو جارو میکنن میبرن، و این در تمام در بخش های دیگر دنیا هم داره این کار انجام میشه، فقط در خلیج فارس نیست. باید یک تدابیری پیدا بشه که جلوی این مصرف اضافی از بین بره یا گرفته بشه که بتونه باز به توسعه پایدار کمک بکنه. مسئله دیگر باز مسئله اکوسیستمه، مدیریت جنگل و جنگلداری، مبارزه با بیابان کردن جنگل هاست، تخریب زمین و تخریب مناطقی که سبز دارنه. به هر حال کار نکردن روی تنوع زیستیه. مسئله دیگر ترویج صلح، یعنی جلوگیری از جنگ. اینا همش توسعه پایداره. ببینید در روز در دنیا چند تا فشنگ از توی تفنگ ها و مسلسل ها و توپ ها میاد بیرون. در اکثر نقاط جهان جنگ، هر کدوم از این فشنگ ها قیمتش من حدود 1 دلار، اگر اشتباه میکنم دوستان تصحیح کنم. نه اکنون بسیار ارزانتره. بله چند تا میخوایی؟ ارزانتره؟ بله بسیار ارزانتره. بله خب اگه حالا به هر حال یک این فشنگ ها، ببینید اینها اگر جلو صلح اگر باشه، جلوی ساختن این فشنگ ها، ساختن این تفنگ ها، ساختن این توپ ها، ساختن این موشک هایی که ریخته میشه، خانم زیارتی گفتم عرض 2 روز ببینید چقدر اینا موشک انداختن هوا، چقدر ثروت ملی کشور ما رو تخریب کردن، و این در قالب کشورهای دیگه هم از همین کار رو اسرائیل هم میکنه، یمن، تو یمن هم انجام میشه، تو سوریه هم میشه، توی اوکراین هم داره میشه. خب حالا جلوی اینا رو باید گرفت. آیا میشه گرفت؟ این یکی از مشکلاتیه که من از جوونی تازه اومده بودم به اروپا بهش علاقمند شدم. یک جنبشی هست، جنبش علیه جنگ در که من عضو بشم، جنبش علیه جنگ برای صلح، برای فروش، جلوگیری از فروش اسلحه، تولید اسلحه، تولید موادی که دنیا رو داره، این تولیداتو کی میکنه؟
این تولیدات همین سرمایه داران همین کسایی میکنن که دنیا رو مرتب به جنگ میارن. مسئله گالبریکس رو براتون در جلسات قبل گفتم، به وجود آوردن جنگ های منطقه‌ای برای پرهیز از جنگ های جهانی، و همیشه باید در دنیا جنگ وجود داشته باشه و همینطور هم هست. و مسئله دیگر که شاید آخریش باشه، تقویت ابزار برای احیای مشارکت جهانی برای توسعه پایدار، یعنی به وجود آوردن انجمنها، سازمانها، اونژه ها، ایونژه ها، تمام چیزهایی که میتونه کمک بکنه برای اینکه بشه جنبشی برای توسعه پایدار در جامعه به وجود بیاد. میدونم زیاد صحبت کردم ولی سوال سخت نکنید. آقای عنایتی سوال کردن در مورد کشور جهان سوم. تا جایی که من میدونم این بیشتر از موقعی میاد که یه بلوک شرق به وجود اومد، یک بلوک غرب به وجود اومد، اون وسط گفتن اینها امپریالیست هستن، اون یکی ها گفتن اینها کمونیست هستن، اینا گفتن امپریالیست توسعه یافته هستن، اونا گفتن امپریالیست کمونیست توسعه یافته هستن، تا اینکه بالاخره در سالهای 55 1955 توی چیز این مسئله جهان سوم مطرح شد و الان دیگه جهان سوم وجود نداره، چون بلوک غرب و بلوک شرق از بین رفتن. یعنی حالا غرب هست به اون شکل نیست، ولی بلوک شرق به اون شکل وجود نداره. بنابراین بعضی وقتا در هممون، منم بعضی وقتا اشتباه میکنم، یعنی انقدر شده گفتیم جهان سوم که استفاده میکنیم، ولی پنج موردی که خانم زیارتی گفتن بهترین نوع تقسیم بندیه که در ادبیات سیاسی امروز در مورد استفاده قرار میگیره. فکر میکنم دیگه سوالی از من نشد و بسیار متشکرم. خیلی متشکرم. اگر اجازه بدین، چون خانم زیارتی دست بلند کرده، بعد به شما برگردیم گزارش، چون ساعت تقریبا 5 دقیقه به 10 شب به وقت اروپا. خانم زیارتی دست بلند کردید، بفرمایید. یه موردی رو فراموش کردم بگم، مخصوصا در مورد توسعه پایدار برای کشور ما معنیش چیه. یکیش اینه که ما باید از فروش نفت، همین که توسعه پیدا میکنیم یا رشد پیدا میکنیم با فروش نفت، این خودش دقیقا توسعه غیر پایداره. یعنی ایران باید از اقتصاد متکی به نفت خارج بشه و پول فروش نفت باید برای ساختارهای مصرف بشه که برای نسل آینده رشد و شکوفایی اقتصادی رو به عمل بیاره، مثلا ساختن راهن سریع السیر شمال و جنوب، شرق و غرب، زیر ساختهای مخابرات، بردن اینترنت به دورترین نقاط کشور، یا حتی مثلا ساختن یک بندر. خلاصه پول نفت نباید به خرج روزمره دولت برسه. اقتصاد ما باید بعد از نفت آماده بشه. همین که من که نفت و گاز و اینها به هر حال چیزایی که وقتی مصرف شد جایگزین نمیشه. برای کشور ما اقتصاد پایدار یعنی اقتصاد غیر نفتی. مرسی. خیلی ممنون خانم زیرتی. مصدق نفت و ملی کرد، ولی دولت که ملی نشد. این صحبت شما کشورهای نروژ، دانمارک، اون اروپای شمالی دقیق در پروژه نفت و سرمایه گذاری خیلی جالبه. یعنی این برای نسل‌های آینده به سرمایه گذاری میکنه، نه مثل دولت ما در پروژه روزمره و ملک و توایفی و فساد به وجود آورده.
آقای قاسمی بفرمایید. بله خیلی متشکرم. با اجازه دوستان یه جنبندی خیلی کوتاه میکنم. اولا صحبت دوستان همه به نظر من خوب بود، هر کس از یه دیدگاهی مسئله رو باز کرد. صحبت های آقای احمدی در این حال که با استفاده از اصطلاحات اکادمیک بود و با کارهایی که ایشون کردن در ارتباط بود، در این حال مثال های بسیار ملموس و قابل فهمی رو ارائه کردن که خیلی خیلی من شخصا خوشم اومد، خیلی خوب تهیه شد. خانم زیارتی مثل همیشه زحمت کشیدن، معلومه که کار کردن روی چی، مثل همه کاراشون. بی خودی من تعارف نمی کنم، یعنی واقعا می دونم که خب دادن این آمارها احتیاج به کار کردن داره و به خصوص خیلی خیلی سپاسگزارم از ایشون. صحبت مسئله آخری که شد، مسئله نفت، و به اصطلاح ما میدونید که در واقع وقتی مسئله نفت مطرح میشه ما تولید نمی کنیم، ما از یه منبع استفاده می کنیم. این ببینید مثل این میمونی که شما یه ارثی بهتون رسیده و این کار نمی کنید، از این ارث استفاده می کنید و این ارث از بین میره. یا پولی بهتون رسیده، یه جایی رفتید، یه چیزی از هوا افتاده، بنابراین این داره همینطوری هدر میره و این برای مردم ایران به کار گرفته نمیشه. حالا دیگه من چی بگم، چون همتون از من بهتر میدونید، همتون در این راه دارید مبارزه میکنید، همتون دستتون توی کار و حاضرید بزرگترین تلاش ها رو بکنید برای برزمین زدن جمهوری اسلامی و گذار از روی نقش این کسی که مملکت ما رو به این وضعیت انداخته. بنابراین تولیدات دیگه، اولا تولید باید تقویت پیدا بکنه، صنایع باید در شکل مختلف باشه و این تولیدات همیشه باید بر اساس، من این باید داره میگم بایده، یعنی بعضی وقتا باید گفتن کار درستی نیست، ولی در بعضی از چیزها وقتی مربوط میخوریم به کشور و به این که باید به سمت توسعه بریم باید داریم و این بایدها رو باید توجه کرد. صنایع باید به شکل پایدار رشد پیدا بکنه، نه اینکه همینطوری مثل جنگل بازار آشفته بشه. شما الان نگاه میکنید بسیاری از آدم ها توی بازارها توی ایران نشستن پای تلفن پول در میارن، آهن از این ور میخرن، نمیدونم یه یورو مثال میزنم، با تلفن اون ور میفروشن 5 یورو یا 2 یورو. اصلا ببینید این یه نوع مثل قدیما سلف خری میگفتن ها، یه نوع اینطوریه، این شکلیه هنوز دار. و این کار رو در چیزهای دیگه هم میکنن، در تولیدات کشاورزی خیلی جواب برنج و فلان از این چیزها میکنن.